سلام بچه ها، روزتون به خیر باشه. امین شفیع‌زاده هستم با آموزش امروز. توی آموزش امروز خیلی سریع میرم سراغش. به یکی از سوالاتی که بارها پرسیده شده ازم میخوام بپردازم. اون سوال هم خیلی ساده است، اینکه ما توی نرم افزار اتوکد وقتی میایم یه جایی رو اندازه میزنیم، میخوایم جای اون اندازه‌ای که خودش اتوماتیک میزنه و اندازه واقعی اون فاصله هستش، بیایم یه متن دلخواه بنویسیم. مثلا جای شعاع یه دایره، جای اندازه طولی، جای قریب، بیایم یه متن بنویسیم. حالا میتونه یه اندازه دیگه به صورت عددی باشه یا هر متن دلخواه دیگه که شما دوست دارید. اصلا میخواید جاش یه داستان بنویسید، هر چیزی که دوست دارید میخواید جاش بنویسید. خیلی از دوستان اگر این رو بلد نباشن مجبورن بیان پرینت بگیرن، بعد تو پرینت اون متن رو عوض بکنن، که خیلی کار عجیب و غریبیه. حالا میخوایم به این مسئله بپردازیم. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ من یه مستطیل اینجا کشیدم، میزنم DLI، دستور اندازه گذاری خطی. یه کلیک میکنم اینجا، یه کلیک میکنم اینجا، میام بالا. اندازه چند زده؟ 5857. شما میخواید جای این بنویسید مثلا 5.5. چجوری این کار رو انجام میدید؟ پاکش میکنم، دیلیت، یه بار دیگه DLI، اینتر، یه کلیک اینجا، یه کلیک اینجا. حالا این زیرو بخونید، ببینید نوشته تکست، درسته؟ رو تکست کلیک میکنید، حالا بنویسید 5.5. حالا دوست دارید آیه یه متر هم بعدش بنویسه، یعنی مثلا بنویسه 5.5 m. خب بس یه m هم تایپ میکنم، این زیرو بخونید، نوشتم 5.5 m. حالا یه اینتر میکنم، ببینید خیلی قشنگ نوشت 5.5 m. اصلا شاید شما میخواستید بنویسید مثلا x و y. خب بس دوباره میزنم DLI، اینتر، اینجا یک کلیک، اینجا هم یک کلیک، میام بالا، وارد تکست میشم، کافی تی رو بزنید و یه تی اینتر میکنم. حالا بنویسم x، اینتر، این شد x، دوباره DLI، اینتر، اینجا و اینجا یه x میزنم، عوض میخوام یه تی میزنم، و این دفعه بنویسم y، و همین سادگی شد y، x و y. مثلا برای کار آموزشیتون نیاز به یک همچین چیزی دارید. خب امیدوارم آموزش امروز هم به درتون خورده باشه، حتما به در دوستاتون هم خواهد خورد، ازشون بخواید که بیان اونو هم ببینن. ممنونم که دارید پیج رو همراهی میکنید و حمایت میکنید با لایک و شیر و کامنتاتون. بریم ان شاءالله تا روزهای آینده و آموزش‌های بعدی.